سرخط مهمترین خبرها. انتقادها از ادامه ناامنی ها در پایتخت. سناتوران میگویند ادامه این وضعیت شهروندان کشور را به توانایی های نیروهای امنیتی بی‌باور ساخت. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر اجماع منطقه‌ای در روند صلح. عبدالله عبدالله در دیدارش با رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرده است که حمایت کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان می تواند به صلح و ثبات دائمی در کشور منجر شود. بسته شدن دروازه دفاتر ریاست مخابرات و تمام نمایندگی‌های شبکه‌های مخابراتی در تخار به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی از طرف شب در تخار، باشندگان این ولایت دروازه نمایندگی‌های شبکه‌های مخابراتی خصوصی را مسدود کردند. و کنگرس امریکا سرانجام بسته 892 میلیارد دلاری کمک‌های مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده را تصویب کرد. به نام خدا و با عرض سلام به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوم ماه جدی سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 22 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. اعضای مجلس سنا در نشست امروزشان از ادامه نامنه ها در کشور به ویژه شهر کابل سخت انتقاد کردند. آنان افزایش نامنه ها در کشور را به پیشینه دانستند و میگویند ادامه این وضعیت شهروندان کشور را به توانایی های نیروهای امنیتی بی‌باور ساختند. این در حالی است که امروز نیز کابل گواه یک حمله انفجاری بود که در نتیجه آن 5 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. این روزها پایتخت نشینان صبحشان را با شنیدن صدای انفجار آغاز می کنند. بخش بزرگ از ناامنی های کشور به ویژه پایتخت برخواسته از انفجار ماین های مغناطیسی است که بیشتر از افراد ملکی قربانی می گیرد. در ادامه ناامنی ها صبح امروز نیز کابل شاهد انفجار بود. پلیس کابل می گوید این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که در منطقه دوغابات از مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر کابل رخ داده است. مقام های امنیتی تایید می کنند که این انفجار موتر حامل دکتران موظف در زندان پل چرخی کابل را هدف قرار داده است که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال مجلس سنا از ادامه ناامنی ها در کشور به ویژه پایتخت سخت انتقاد کرده و میگویند که ادامه ناامنی ها در پایتخت سبب شده است تا شهروندان کشور به نهادهای امنیتی بی باور شوند. واقعاً بسیار مردم مایوس شده، مردم نگران شده و مردم دیگه هیچ رای ندارن. یک تعداد مردم توانایی ازیر نداره که از خود دفاع بکنه و یا از این کشور بیرون شوه، ولی خداوند رحم کنه و نیروهای امنیتی ما قویتر و بیشتر شوند، متوجه باشند که جلوی این قسم حادثات بگیرن. هر روز ما شاهد یکی دو تا سه تا ده تا حادثه هستیم که این حوادث به پیکری خانواده های مظلوم کشور اصابت میکنه و مملکت را هر روز به رنج و جگرخونی میکشانند. با آنکه عاملان اکثر رویدادهای تروریستی در پایتخت مشخص نیست و مسئولیت اکثر آن را هیچ گروهی بر عهده نمیگیرد، اما برخی از سناتوران میگویند ناامنی های اخیر نشان میدهد که دشمنان کشور از ناامنی ها در افغانستان سود میبرند. تن ما در یک حالت بسیار بد قرار داره. در تاریخ 34 ساله افغانستان چنین یک وضعیت ناهنجار دیده نشده. متاسفانه که اونها به یک راه بسیار کورکورانه روان هستند و هیچ ترحم به دل ندارند که برای هیچ کس رحم نمیکنند. همچنان سناتوران در مجلس سنا حملات اخیر در کابل را محکوم کرده و از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا برای تأمین امنیت کشور به گونه جدی تلاش کنند.
نو منگ یو جنگی حالت کی دا شهیدان در رودل او دا زخمیان در رودل منگ او تاس دا پارا فکر کام بیخی وز عادی شایده خو الله دی دی وطن دخمنان تبا و برباد کی ننانی پیخ چه پی جناب انجنرس وکیل سیف خانومت خان او دا ولسیر که قدرمن وکیل چه دا دوم وکیل شب مخی پی توفیق وقت دهند منی دا پیخ را گلی و اوز پا خانومت خان وردک منی دار آنم نن سهار چې په دوغ آباد کې یا پرون په څو ولایتو د افغانستان کې په شمول د کابل کې مې پېښې چسپکي بمونه والو تل ټولو شهیدانو ته د الله تعالی نه جنت پردوس او زخمیانو ته صحت غواړم تر څو موږ وکولی شو په عمومي فضا د افغانستان کې هم خلک او هم سیاسیون او ملي شورا په خاص ډول مشرانو جرګه د خپل مذاکراتي ټیم تر شا ودرېږي تر څو یو واقعي او دایمی سوری تا برسیم نمونگ با دقیق حالاتو نده دقیق بدبختی نخلاص سناتوران در حال از افزایش ناامنی ها در کشور به خصوص کابل ابراز نگرانی می کنند که اخیراً قتل های هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی در پایتخت به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دومین روز سفرش به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که در این دیدار پیرامون تلاش‌های صلح، مذاکرات بین الافغانی، دور بعدی مذاکرات، سفرهای اخیرش برای کسب اجماع منطقه و نقش تاجیکستان در تامین صلح در افغانستان صحبت شده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان میگوید که رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار وعده داد که کشورش از تلاش‌های صلح و برقراری ثبات در افغانستان به صورت همه‌جانبه حمایت می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های صلح تحت رهبری آقای عبدالله در افغانستان به پیروزی برسد. دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح کشور به تاجیکستان سفر کرده است، در دومین روز سفرش با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تلاش‌های صلح و برقراری ثبات در افغانستان به صورت همه‌جانبه حمایت می‌کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی که امروز در کنفرانس خبری در شهر دوشنبه صحبت می‌کرد گفت که امام علی رحمان در این دیدار صلح و ثبات در افغانستان را صلح و ثبات در منطقه خوانده و گفته است تاجیکستان دوست و متحد افغانستان است و از تلاش‌های صلح در این کشور و تصمیم جمهوری اسلامی و مردم افغانستان در این عرصه حمایت می‌کند. در عرصه هایی که تاجیکستان بتانه در تبادل نظر با سایر کشورها، کشورهایی که تاثیرگذار هستند روی پروسه صلح در افغانستان، همکاری و حمایت خود ادامه خواهد داد. امام علی رحمان همچنان گفته است که افغانستان، تاجیکستان و منطقه از دهشت‌افکنی، افرادگرایی و بی‌ثباتی متضرر شده و صلح و ثبات در افغانستان زمینه گسترش توسعه تجارت میان دو کشور، منطقه و اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی را نیز فراهم می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های صلح تحت رهبری آقای عبدالله در افغانستان به پیروزی برسد. جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور به یقیده هستند همیشه که صلح در افغانستان، آرامی در افغانستان، به صلح در تمام منطقه و همچنان به ترقی منطقه و پیشرفت و توسعه منطقه ارتباط داره و پیشرفت و زندگی بهتر مردمای منطقه وسیع ارتباط داره به صلح و آرامی و ثبات در کشور ما. رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشور نیز با اظهار قدردانی از حمایت و همکاری تاجیکستان در روند صلح افغانستان گفته است که روابط دوستی میان دو کشور بر ارزش‌ها و مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی دیرین استوار است. او خواهان ادامه همکاری این کشور در روند صلح افغانستان شده و گفته است که افغانستان می‌تواند از تجربه صلح در تاجیکستان استفاده کند. جمهوری تاجیکستان همیشه حامی پروسه صلح در افغانستان بوده و در این راستا اینا خود تجربه هم دارند و تبادل نظریات صورت گرفت و ما تقاضا کردم از جناب رئیس جمهور که تجربه خودشان با ما در این عرصه شریک بسازند. الحمدلله امروز کشور تاجیکستان
در صلح به سر میبرم. دکتر عبدالله عبدالله همچنان در مورد تلاش‌های صلح، مذاکرات بین الافغانی، دور بعدی مذاکرات، سفرهای اخیرش برای کسب اجماع منطقه‌ای و نقش تاجیکستان در تأمین صلح در افغانستان صحبت کرده گفت که دولت افغانستان در مذاکرات صلح به دست یافتن به صلح پایدار، عادلانه، با عزت و با حفظ ارزش‌های جمهوریت متحد است. او افزایش خشونت و جنگ را از نگرانی‌های حکومت و مردم افغانستان خوانده و بر ختم جنگ و قطع خونریزی در جریان مذاکرات تاکید کرده است. با امید عزیزیم که انشالله با استقرار صلح و ثبات دائمی در کشور ما شاهد شکوفایی مردمان این منطقه باشیم. گفتنی است که عبدالله عبدالله در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود روز گذشته در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم تاجیکستان شده بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان این سفر خود با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، وزیر خارجه و صدر اعظم این کشور نیز دیدار کرد. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نتایج چهارمین دور سفارشات خود در وزارت معارف را همگانی ساخت. بر بنیاد ارزیابی این کمیته در چوکات وزارت معارف 63% سفارشات ارائه شده به این وزارت تطبیق شده است. مسئولان در کمیته میک میگویند که در وزارت معارف از مجموع سفارشات 70 سفارش به صورت کامل و 40 سفارش دیگر قسمان از سوی وزارت معارف تطبیق شده است. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نتایج چهارمین دور از روند نظارت خیش از وزارت معارف را طی نشست همگی نمود. در این دور از روند نظارت و ارزیابی فساد اداری به وزارت معارف از سوی کمیته میک 113 گزارش ارائه شده است. بر بنیاد معلومات مسئولان در کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، مسئولان در وزارت معارف از میان این سفارشات 70 سفارش را که 63% را تشکیل می دهد کاملا و 40 سفارش دیگر را به گونه قسمی تطبیق نموده است. حدود 70 سفارش ما را به شکل کلی تطبیق کرده و 40 سفارش دیگر ما به شکل قسمی تطبیق کرده است. به گفته مسئولان در کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در سفارشات مذکور پیرامون کاهش فساد در سکتور معارف کشور تمرکز شده است. آنان اظهار می کنند که این بررسی به وسیله 70 مشاور مسلکی صورت گرفته است. یافتهایی را که فعلا در این تحقیق ما همراه شما ارائه می کنیم، این تحقیق در اوایل 96 خورشیدی کار بالایش انجام شروع شده و حدود 70 نفر مشاور و محقق داخلی و بین المللی در این کار کردند و میلیون ها افغانی به خاطر جمع‌آوری داده های خام که ما به 17 ولایت، 54 واحد اداری، 98 واحد تعلیمی دولتی و 40 واحد تعلیمی غیر دولتی رفتیم. یافته های این کمیته نشان می دهد که وزارت معارف در امر آگاهی دهی مردم به گونه قانع کننده عمل ننموده است. آنان خواستار توجه رهبری وزارت معارف برای گسترش سطح آگاهی مردم از جریان مبارزه با فساد اداری در چوکات وزارت معارف است. رحمت الله نگزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی و خبرنگار تلویزیون الجزیره و اسوشیتد پرس، از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. نصر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، میگوید که این رویداد شب گذشته در ساحه حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داده است. تا کنون فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در این حال قتل خبرنگاران در سراسر جهان دو برابر افزایش یافته است. در گزارش کسایی کمیته حفاظت از خبرنگاران به نشر رسیده آمده است، شمار خبرنگارانی که در سال 2020 کشته شدند نسبت به یک سال پیشتر از آن دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در سال جاری میلادی 21 خبرنگار کشته شدند که این رقم در سال گذشته 10 تن بود. بر اساس این گزارش، مکزیکو، افغانستان و فیلیپین با بیشترین شمار خبرنگاران کشته شده در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین قتل خبرنگاران در آن اتفاق افتاده است. در افغانستان هم 6 خبرنگار در سال جاری جان باخته است. قتل خبرنگاران در سال 2020 افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال گذشته که قتل هیچ خبرنگاری به ثبت نرسیده بود یافته است. از سوی هم آمارهای رسمی که در افغانستان ثبت شدن کشته شدن 10 خبرنگار را در سال جاری نشان می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت قندوز تایید میکنند که احمد نصیر عمر صالح فرمانده پلیس ولسوالی چهاردره این ولایت و یک محافظش در درگیری با گروه طالبان جان باختند. انعام الدین رحمانی سخنگوی فرماندهی پلیس قندوز میگوید که این درگیری حوالی ساعت 10 بامداد پس از حمله گروهی طالبان بر پاسگاه نیروهای امنیتی در ساحه دوبندوی چهاردره رخ داده است. او گفته که در جریان درگیری 3 سرباز پلیس زخمی شدند. از سوی هم آقای رحمانی گفته که 5 تن از اعضای گروه طالبان در این درگیری کشته و 3 تن دیگر این گروه زخمی شدند. او تاکید کرد که هماکنون این حمله گروه طالبان دفع شده است. گروه طالبان اما گفته که در این حمله شان 16 نیروی امنیتی افغان را کشتند. این گروه همچنان ادعا کرده که 2 پاسگاه نیروهای دولتی به تصرف طالبان در آمده است. دروازه دفاتر ریاست مخابرات و تمام نمایندگی‌های شبکه‌های مخابراتی در تخار بسته شد. به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی از طرف شب در تخار، باشندگان این ولایت در یک حرکت اعتراضی دروازه نمایندگی‌های شبکه‌های خصوصی را مسدود و دستگاه چندین پای مخابرات را خاموش کردند. معترضان خواهان فعالیت 24 ساعته شبکه‌های مخابراتی در این ولایت هستند. در این حال مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار نیز تاکید کرده که شبکه‌های خصوصی باید به خواست‌های مردم رسیدگی کند و در این راستا از تلاش‌های خود اطمینان می‌دهد. 2 سال می‌شود که در ولایت تخار اکثر شبکه‌های مخابراتی فعالیت خیش را از طرف شب متوقف می‌کند. با وجود مخالفت‌های باشندگان این ولایت، تا اکنون مسئولان این شبکه‌ها برای از سرگیری فعالیت‌هایشان از طرف شب اقدامی نکردند. ظاهراً باشندگان ولایت تخار از این روی کرده نمایندگی شبکه‌های مخابراتی در این ولایت به سطوح آمدند و دست بر راهپیمایی اعتراضی زدند و دروازه نمایندگی یک تعداد شبکه‌های مخابراتی به شمول ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را بستند. آنان خواهان فعالیت 24 ساعته شبکه‌های مخابراتی در این ولایتند. خاطر شبکه‌های خصوصی را مسدود کردیم. پایه‌هایشان از فعالیت انشاءالله که باز ماند، دیگه آنتنی هم از این به بعد نخواهد داد الا اینکه و مصمم و متعهد به این بوده باشه که ما فعالیت های خود 24 ساعته میزیم. اگر قرار باشد شبکه های مخابراتی دوباره به خواست و اراده مردم تخار تمکین نکنن، ما دوباره به پا میستیم در کنار یک دیگر و هوشدار ما اینمیسته که میاییم اولا شبکه های مخابراتی را شاید به آتش بکشیم. باشندگان تخار میگویند در نبود فعالیت شبکه های مخابراتی از طرف شب با چالش های فراوان روبرو شدند. آنان تأکید دارند که اگر به خواستهایشان جواب قانع کننده دریافت نکنند، دست به اقدامات بیشتری خواهند زد. مانند شبکه اتصالات افغان بیستیم و روشن همچون MTN در ولایت تخار از طرف روز فعالیت داشتن و از طرف شب قطعا فعالیت نداشتن که از مدت چندین سال، مدت 2 سال می شود این مردم مشکلات زیادی را داشتند. در این قسمت همیشه آرز می شوند به مقام ولایت و به جای دیگر که هیچ نتیجه بخش نبود. امروز شما شاهد هستین که همون وعده را که پلیس به مردم تخار بر شبکه داده بود امروز همون وعده تکمیل شده. ما آمدیم عملا شرکت اتصالات با شرکت بیسیم دروازه رو بسته کردیم. شرکت اتصالات هم دروازه رو بستم جنراتور شد فعالیت روزانش هم متوقف کردیم. پس از این حرکت اعتراضی یک تعداد شبکه‌های مخابراتی فعالیت خیش را شبی گذشته در شهر طالقان از سر گرفته است. مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار نیز از مسئولان شبکه‌های مخابراتی می‌خواهد به خواست مردم رسیدگی نمایند و فعالیت خیش را در شهر و تمام ولسوالی‌های آن 24 ساعته کند. چون ما بعض ولسوالی‌ها را داریم که اصلا در اونجا تعدید وجود نداره، مثلا ولسوالی فرخار، ولسوالی ورسج، ولسوالی کلفگان، ولسوالی رستا، ما هیچ نام و نشان طالبان در این ولسوالی‌ها نداریم. بعد اوج هم از طرف شب غیر فعال است. بعد دیگه ولسوالی که امن است، امنیت است، هیچ گونه مشکل تهدید ما نداریم، بعد فعال می بود. اما متاسفانه مدت چندین سال به این طرف است که دیگه ولسوالی امن هم که تهدید متوجه از این ولسوالی نیست، هم دیده میشه که غیر فعال است. گفتنی است که در کنار ولایت تخار در شماری از ولایت دیگر کشور نیز خدمات شبکه‌های مخابراتی از طرف شب قطع می شود. مسئولان این شبکه‌های مخابراتی دلیل این اقدام را تهدیدات امنیتی گفتند.
16 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند. وزارت صحت هم اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 16 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا در کشور جانهایشان را از دست دادند. این وزارت امروز در گزارش روزانه‌اش گفته است که در یک شبانه روز گذشته 1636 بیمار مشکوک به کرونا آزمایش دادند که از این میان نتیجه 201 تن مثبت اعلام شده است. در گزارش وزارت صحت آمده است که در همین مدت 83 بیمار مبتلا به کرونا بهبودی یافتند. وزارت صحت اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 16 تن در پی ابتلا به کرونا در کشور جانهایشان را از دست دادند. این وزارت امروز در گزارشش گفته است که در یک شبانه روز گذشته 1636 بیمار مشکوک به کرونا آزمایش دادند که از این میان نتیجه 201 تن مثبت شده است. در گزارش وزارت صحت آمده است که در همین مدت 83 بیمار مبتلا به کرونا بهبود یافتند. بر اساس آمار وزارت صحت، از آغاز گسترش ویروس کرونا تا امروز 51089 تن در سراسر کشور به این ویروس مبتلا شده و 2105 تن در پی ابتلا به آن جان باختند. همچنان 39784 تن از آغاز گسترش ویروس کرونا تا کنون پس از ابتلا به آن صحت یاب شدند. بر بنیاد گزارش وزارت صحت تا کنون 184235 تن در سراسر کشور آزمایش کرونا دادند. در جهان نیز تا کنون بیش از 77,793,000 تن به کرونا مبتلا شدند. از این میان بیش از 1,710,000 تن جان باخته و بیش از 54,673,000 تن دیگر صحت یاب شدند. آمریکا، هندوستان، برزیل، روسیه بیشترین مبتلا به کرونا در جهان را تا کنون شناسایی کردند. از این میان آمریکا بیشترین جان باختگان کرونایی را تا کنون در جهان ثبت کرده است. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول. یک پوند انگلیس 102 افغانی و 20 پول. یک یورو 93 افغانی و 70 پول. یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول. یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول. 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی. در خارج از کشور، کنگرس آمریکا سرانجام بسته 892 میلیارد دلاری کمک مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده را تصویب کرد. بخشی از این بسته حمایت مالی علاوه بر کمک به مراکز تجاری شامل کمک هزینه بیکاری و کمک مالی مستقیم به خانواده‌های کم درآمد است که مبلغ آن به والی‌ها و شهردارها ارسال خواهد شد. طبق این مصوبه قرار است به هر نفر $600 پرداخت شود و کمک هزینه برای افرادی که به خاطر کرونا بیکار شدند به $300 در هفته افزایش یابد. این بسته کمکی همچنین شامل میلیاردها دلار برای کسب و کارهای کوچک، کمک غذایی، توزیع واکسن، حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی می شود. این بسته امدادرسانی که شامگاه دوشنبه پس از مجلس نمایندگان در سنا نیز تصویب شد، باید به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد. در همین حال وزارت مالیه آمریکا میگوید نخستین کمک‌های مستقیم از هفته آینده به حساب شهروندان واریز می‌شود. این بسته اولین کمک مالی تصویب شده از سوی کنگرس از ماه اپریل بدین سو و دومین مشوق مالی بزرگ در تاریخ ایالات متحده آمریکا است.
محققان استرالیایی میگویند که توانستند با کمک هوش مصنوعی حتی میکروب های خطرناک را هم تشخیص دهند. بر اساس گزارش محققان از هوش مصنوعی در حال حاضر در بخش های مختلف کار گرفته می شود. هوش مصنوعی از طریق ماشین ها و کامپیوترها تبارز داده می شود و طور مثال هوش مصنوعی در اینترنت و صفحات اجتماعی نقش بارز دارد، حتی که تمایل ها و سلیقه های افراد را می سنجد و اعلام های دلخواه کاربران را به آنان نشان می دهد. اما این سیستم در بخش های دیگر هم قابل استفاده است. در استرالیا اخیراً برای شناختن میکروب های خطرناک از این هوش مصنوعی استفاده می شود. محققان استرالیایی می گویند که با استفاده از هوش مصنوعی میکروب های خطرناک سوپربیک را شناختن. میکروب سوپربیک در برابر انتیبیوتیک مقاومت دارد و امراض را به انسان ها منتقل کردن می تواند که علاج آن مشکل است. محققان می گوید هر سال در جهان 7000 تن بر اثر بیماری ناشی از میکروب سوپربیک جان می دهد و تخمین زده می شود که تا سال 2025 میلادی شمار قربانیان سالانه این میکروب به 10000 تن برسد. حکومت روسیه از واکسن دفاع کرده که از سوی کشورش برای مبارزه با ویروس کرونا شناخته شده است. رئیس صندوق سرمایه گذاری روسیه روز گذشته در یک کنفرانس ویدیویی گفت واکسن با یکی از شرکت‌های بزرگ ادویه‌سازی جهان هم شریک ساخته شده است. پیشنهاد روسیه در حال صورت گرفت که شیوع نو تازه از ویروس کرونا کشورهای اروپایی را وادار کرده تا روی اقدامات برای مبارزه با آن گفتگو کنند. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بحث در مورد پاسخدهی هماهنگ به نوع جدید ویروس کرونا هستند. سرایت سریع این ویروس در بریتانیا باعث شد تا اکثر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر جهان پروازها و مسافرتها بر بریتانیا را متوقف کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همچنان کمیته حالت اضطراری کشورش را رهبری کرد و او در نشست روز گذشته تازه ترین تحولات را مورد ارزیابی قرار داد. دانشمندان میگویند نوع جدید ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی 70% سرایت پذیرتر است. صدها تن از شهروندان عراق با برگزاری تظاهرات به کاهش ارزش پول ملی کشورشان اعتراض کردند. کاهش پول ملی عراق در شرایطی که آن کشور با پیامدهای اقتصادی شدید بحران ویروس کرونا روبرو است، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. بانک مرکزی عراق روز یکشنبه ارزش برابری دینار عراقی در برابر دلار آمریکا را حدود 20% کاهش داد و در نتیجه نرخ رسمی آن به 1460 دینار در برابر یک دلار تنزیل یافت. این اولین بار طی حدود 5 سال اخیر است که عراق ارزش واحد پول خود را کاهش می‌دهد. صدها تن در میدان تحریر در مرکز بغداد تجمع کرده و خواستار تغییر این تصمیم توسط دولت شدند. بسیاری از معترضان که افراد سالمند هستند میگویند که این تصمیم باعث می شود حقوق بازنشستگی آنها کاهش یابد. میدان تحریر شهر بغداد از حدود یک سال پیش محل تجمع دائمی معترضان به فساد دولتی بوده، ولی در ماه اکتبر ارتش عراق در یک عملیات گسترده معترضان را از این میدان بیرون کرد. و هزاران دهقان هندی بار دیگر علیه قاعده جدید زراعتی کشورشان دست به تظاهرات زدند. آنها در دهلی نو چندین شاهرای بزرگ را مسدود کردند. در همین حال حکومت از دهقانان معترض درخواست مذاکره کرده است. وزیر زراعت هند از شرکت کنندگان تظاهرات خواست که به اعتراضهایشان پایان دهند و آنان را به مذاکره دعوت کرد. سخنگوی کمیته دهقانان برعکس تاکید دارد که به تظاهراتشان تا زمان ادامه می دهند که بسته مورد مشاجره قانونی حکومت لغو شود. در هند تا به حال غلجات در بازارهای بزرگ با قیمتهای تعیین شده دولتی که بالاتر از قیمتهای بازار است معامله می شود. حالا زارعین باید حاصلاتشان را بدون دخالت دلال‌ها به شرکت‌های خصوصی بفروشند. دلیل حکومت هند این است که در بازار آزاد می‌تواند به فواید زیادتر دست یابند. اما دهقانان در این مورد نظر مخالف دارند. آنها از کاهش قیمت‌ها هراس دارند. بیننده‌های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.